خامنه ای که از ابتدای جنگ افروزیش در منطقه هر بار به صحنه اومده و چیزی گفته در تایید ادامه جنگ و جنگ افروزیش، این بار به صحنه اومد و از کشورهای اسلامی ابراز ناراحتی کرد و گفت اینها به وظایفشون عمل نمی کنند. همراه میشیم با آقای عزیز پاکنژاد، عضو شورای ملی مقاومت ایران، تا در همین مورد گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. سلام کنم خدمت شما آقای پاکنژاد، ممنون از حضورتون در برنامه امروز. من هم خدمت شما سلام عرض بکنم، همینطور خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. بله آقای پاکنژاد، خامنه ای در سخنرانی اخیرش از چی ناراحت بود و چرا مثل قبل در تنور جنگ طلبی ندمید؟ به قول شما از یه چیزی ناراحت لابود. خامنه ای الان در حال حاضر با این وضعیتی که داره خودش رو توی یک بنبست خطرناکی گرفتار کرده که گفتم خودش برای خودش ساخته. جنگ نیابتی رو که تو غزه را انداخت تصورش بر این بود که زود تموم میشه. الان با طولانی شدن جنگ وضعیت نیروها و دستجات نیابتیش بسیار خرابه. حماس زیر ضربات سنگین اسرائیل قرار داره. از نظر ولی فقیه پایان خوشی براش متصور نیست. با همه تلاش های بین المللی که برای آتش بس شده، اسرائیل داره اهداف خودش رو دنبال میکنه و مقاومت نظامی حماس در برابر اون همچی توازن عادی نداره. معلومه که ولی فقیه از اینجور چیزا ناامید شده و چاره ای نداره به جز التماس و درخواست از کشورهای منطقه و به طور خاص کشور ترکیه که روابط اقتصادی وسیعی با اسرائیل داره که بخواد وارد بشن و تحریم کنن و میگه که بیهوده است که دنبال آتش بس باشن و این حرفا دنبالش نگردن، چون تا اسرائیل هست چنین آتش بسی برقرار نخواهد شد. رئیسی هم رفته ترکیه، در همین مورد هم با نخست وزیر ترکیه صحبت کرده که از محورهای صحبتاشون همین چیزا بوده در مورد غزه. از اون طرف حوثی ها هم به خاطر دخالت در درگیری های غزه با اون موشک پراکنی ها به موشک پرونی ها به کشتی ها زیر آتش سنگین امریکا و انگلیس و متحدینشون هستن و باز هم اینجا خامنه ای آینده خوبی رو براشون ظاهرا نمیبینه. در عراق هم نیابتی های رژیم تو این کشور با حملات هوایی مکرر امریکا روبرو هستن و وضع موقعیت خوبی ندارن. پس میشه نتیجه گرفت که نگرانی و حراس خامنه ای از ادامه یافتن این درگیری ها و اون رجسخونی های اولیه به جایی نرسیده و دولت های منطقه و مردم عرب مسلمان این منطقه که اهداف اون رو خوب میشناسن گولی این حرفاشو نمیخورن. فعلا تمام آرزوهایی که از جنگ افروزی و دامن زدن به این درگیری ها در غزه داشت تو سرش به طور جدی نقش بر آب شده و وادار شده این درخواست های تحریم اونم به خرج دیگران رو مطرح بکنه. بله آقای پاکنژاد، اجازه بدید من سوال دوم رو اینطور مطرح کنم که به نظر شما با طولانی شدن جنگ سمت سوی تحولات داره به چه سمتی میره؟ ببینید، اگر به بنبست‌های خامنه‌ای در این اواخر چه در عرصه سیاسی و چه نظامی و چه اجتماعی و حتی در درون کل نظام نگاه بکنیم، به جز ناکامی چیزی نمی‌بینیم. انتخابات نمایشیش که می‌خواد برگزار کنه با تحریم، اینجوری که مشخصه با تحریم همه جانبه مردم روبروه و حتی باندای مغلوب رژیم هم صحبت از تحریم میکنن. همین دیروز کلی از این سران جبهه مغلوب رو مثلا حسن روحانی که رئیس جمهور سابقش بوده، محمود علوی که وزارت وزیر اطلاعات روحانی بوده و همین جلاد مصطفی پور محمدی رو که عضو هیئت مرگ کشتار دهه 60 بوده رو اینا رو برای خبرگان رد صلاحیت کرده. پس این انتخابات گرهی یا این نمایش گرهی ازش باز نمیکنه. در عرصه نظامی به جز فضاحت و فلاکت چیزی آیدش نشد. از نیابتیاش که عرض کردم که در چه وضعی هستن، از اینا گرفته تا این موشک پرانی به عراق و سوریه و پاکستان که دیدیم جواب غیر قابل انتظارش رو گرفت و دندون شکنم بود. این هم یه واقعیتیه که قبلا مقاومت ایران بارها گفته و الان هم داریم میگیم که بقای رژیم همونطوری که میبینیم به بقای نیابتیاش در منطقه خاورمیانه بسیار وابسته هست
و به نظر من بسیاری از ملاحظات بین المللی در مقابل این جنگ افروزی های رژیم که به طور مداوم انجام میده به خاطر این نیروهای مزدور در اینجا و اونجاست که میتونن با تروریسم خطر ایجاد کنن. الان که وضع اونا خراب شده، خامنه ای تلاش میکنه تا حماس رو با توسل به دخالت ترکیه به طور خاص و بعضی کشورهای منطقه از نابودی نجات بده، اما میبینیم که چیزی عوض نشده و درگیری ادامه داره. اگر اینایی که عرض کردم واقعی باشه، نظر خودم واقعیه، و خامنه ای باز هم بخواد برای بقای خودش و نظامش بل اجبار اینجا دیگه مجبور باشه به جنگ افروزی باز ادامه بده، خب طبیعتا سمت و سوی تحولات به طرف ضربه زدن به خودش برمیگرده و این سر مار در تهران هم که جبران مورد تهاجم قرار میگیره. یعنی در عرصه نظامی همه چیز خارج از اراده ولی فقیه رقم خورده، این چیزی که فکر نمیکرد. اگر تسلیم بشه به فشار خارجی و دست از جنگ افروزی برداره، سرنگونیش توسط مردم در انتظارشه. این هم که ما بارها با جزئیات توضیح دادیم که به چه شکل اصلا صورت میگیره. و اگه ادامه بده به جنگ افروزی، چون با قوی تر از خودش از نظر نظامی روبرو هست، شکست در انتظارشه. در حال حاضر جهت و سمت و سوی تحولات به نظر من هم نظامی و هم سیاسی اجتماعی به ضرر نظام آخوندی داره طی طریق میکنه. بله، خیلی ممنونم از شما آقای پاکنژاد و تمام توضیحاتتون. منم از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتتون. روزتون بخیر.